را همراهی کنید. آقای افتخاری. ممنون از شما خانم احمدی. و از خارج کشور، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که سران ناتو موافقت کردند تا دستگاه دفاع موشکی حافظ همه اعضا باشد. سران کشورهای عضو ناتو همچنین بر سر استراتژی 10 ساله این پیمان توافق کردند که شامل مقابله با شورشگری، تروریسم و راکت های بالیستیکی می شود. اندرس فوگ راسموسن گفته که ناتو از لحاظ آزادی، صلح و امنیت یک جامعه بی‌نظیر است، اما با مشکلات و تهدیدهای جدید نیز روبرو است. نشست سران کشورهای عضو ناتو در لیسبون، نشستی که از بسیاری جهات تاریخی خوانده شده است. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه، رهبر کشوری که تا 2 هفته پیش رقیب این پیمان بود، نیز در این نشست شرکت دارد. سران این پیمان نظامی بر سر ایجاد دستگاه سپر دفاع موشکی توافق کردند. دستگاهی که به گفته باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تمامی اعضا را از آمریکای شمالی تا اروپا محافظت کند. برای نخستین بار توافق کردیم که یک دستگاه دفاعی موشکی قوی ایجاد کنیم تا از تمام کشورهای عضو و شمول آمریکا در مقابل حملات موشکی دفاع کند. گامی را که امروز برداشتیم برگرفته از سپر دفاعی موشکی است که سال گذشته در ایالات متحده آن را اعلام کردم. قرار شده از روسیه نیز دعوت شود تا به این پیمان بپیوندند. اندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو این پیمان را از لحاظ داشتن امنیت و آزادی بی‌نظیر خوانده، اما روبرو با تهدید و مشکلات تازه. آقای راسموسن گفته است که ناتو با ایجاد توانایی‌های عصری با این تهدیدها مقابله خواهد کرد. راهکارهای نظامی امروز به مشکلات ختم می‌شود. ما به یک رویکرد جامع و فراگیر نیاز داریم تا به آن عملیات نظامی عملی شده و پیشرفت، بازسازی و کمک‌های انسانی نیز شامل آن باشد. توافق بر سر استراتژی 10 ساله به منظور مقابله با تهدیدهای قرن 21 از دیگر دستاوردهای نشست لیسبون. مقابله با تروریسم، شورشگری و موشک‌های بالستیکی. 28 عضو ناتو گفتند که این پیمان به همکاری و شراکت روسیه نیز نیاز دارند. انفجار روز جمعه معدن زغالسنگ پایک ریور در جزیره جنوبی زیلند نو را لرزان و نزدیک به 30 نفر را در عمق 120 متری گرفتار کرد. امدادگران در مورد نجات این معدنچیان میگویند که هنوز معدن به حدی که بتوان عملیات نجات را آغاز کرد امن نیست. از طرف دیگر جان کی نخست وزیر زیلند نو نجات معدنچیان را مهمترین اولویت دولت خود اعلام کرده است. 29 نفر در اعماق زمین با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می کنند. حادثه زمانی رخ داد که یک معدن زغال سنگ در جزیره پایک ریور زیلند نو منفجر شد. گفته می شود از 29 معدنچی شماری از آنها شهروندان استرالیا و بریتانیا اند که در اعماق 120 متری زمین گرفتار شدند. امدادگران هنوز موفق به برقراری تماس با این معدنچیان نشدند. آنان می گویند دیواره‌های معدن برای شروع عملیات نجات از امنیت و استحکام کافی برخوردار نیست. این نگرانی وجود دارد که انفجاری دیگر تلاش‌ها برای ورود به تونلی را که معدنچیان در آن گرفتار شدند با مشکل مواجه کند. خانواده تمام اشخاصی که در معدن گیر کردند در انتظار خبر تازه‌ای در این باره اند، اما آنطوری که از حرکات معلوم است واقعا ناامیدند. زمان در گذر است و نجات آنها سخت‌تر می‌شود. گری نولز از مقام‌های پلیس منطقه‌ای که حادثه در آن رخ داده در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که نتیجه آزمایش‌هایی که بر گازهای معدن انجام شده ایمنی آن را تأیید نمی‌کند و هنوز نمی‌توان امدادگران را به داخل معدن فرستاد. تا امروز فرصت این را به دست نیاوردیم که به معدن داخل بشیم و در انتظار فرصتی برای انجام این کار هست. ما به عنوان رئیس تیم نجات نیروهایم را تا زمانی که محل امن نشود نمیتونم وارد عمل کنم. بنابراین فقط با خانواده های آنان همکاری کرده و در انتظار فرصت هستیم تا بتوانیم آنها را نجات بدیم. ما هنوز هم مثبت میاندیشیم به محض به دست آوردن فرصت وارد عمل میشیم. با این وجود مدیر اجرایی معدن میگوید که به نجات معدنچیان بین سنین 17 تا 62 سال امید دارد.
کارشناسان معدن گفتند که این حادثه احتمالاً به دلیل انفجار گاز میتان یا احتراق زغال سنگ و یا ترکیبی از هر دو مورد اتفاق افتاده است. امریکا می‌خواهد تا دامنه عملیات هواپیماهای بدون سرنشین خود در پاکستان را گسترش دهد. روزنامه واشنگتن پست نوشته واشنگتن در حال بررسی مناطق اطراف شهر کویت محل اختفای رهبران طالبان است، اما پاکستان درخواست امریکا برای گسترش مناطق حمله هواپیماهای بدون سرنشین را رد کرده است. امریکا باور دارد که کمربند منطقه قبایلی پاکستان با عنوان مقر القاعده و محلی خطرناک برای جهان است. واشنگتن بارها از اسلام آباد به دلیل ناکامی در انجام حملات در وزیرستان شمالی انتقاد کرده است. اکنون گفته می شود که واشنگتن به دنبال گسترش و افزایش دامنه عملیات هواپیماهای بدون سرنشین خود در پاکستان است. این در حالی است که پاکستان همواره از پرواز هواپیماهای آمریکایی بر فراز این کشور اعتراض کرده است. روزنامه واشنگتن پست نوشته که پاکستان درخواست آمریکا برای گسترش مناطق حملات هواپیماهای بدون سرنشین را رد کرده است. پاکستان گفته است که در بدل این حملات تدابیر دیگر از جمله افزایش حضور عوامل سازمان استخباراتی آمریکا در کویت موافق است. شما از ما انتظار دارید آسمان کشورمان را بر روی هر چیزی که می توانید آن را به پرواز درآورید باز بگذاریم. در کدام کشور شما می توانید این کار را انجام دهید؟ در همین حال یک مقام امنیتی پاکستان نیز گفته است که در تازه ترین حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در پاکستان یک موتر در منطقه وزیرستان شمالی منهدم شده که بر اثر آن حداقل 3 شبه نظامی کشته شده. این حمله 3 روز پس از حمله مشابه در منطقه میرانشاه انجام شده که باعث کشته شدن حداقل 15 شبه نظامی شد. 10 تانکر سوخت ناتو در شهر پشاور در شمال غرب این کشور توسط افراد مسلح به آتش کشیده شد. به گزارش خبرگزاری شنهوا، پلیس و شاهدان اعلام کردند که افراد مسلح امروز شنبه 10 تانکر سوخت ناتو را در شمال غرب پاکستان که قصد عزیمت به افغانستان را داشت به آتش کشیدند. شبه نظامیان این 10 تانکر سوخت ناتو را در حومه شهر پشاور پایتخت ایالت خیبر به آتش کشیدند. در روزهای اخیر حملات شبه نظامیان به تانکرهای سوخت به عنوان یکی از موارد آسیب پذیری نیروهای ائتلاف در افغانستان بیشتر شده و به نظر می رسد با فرارسیدن فصل سرما این گونه حملات افزایش یابد. سازمان ملل متحد از دعوت ایران برای دیدار کمیشنر عالی حقوق بشر به این کشور استقبال کرده است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در دیدار با یک مقام قضایی ایران در نیویورک آمریکا از این اقدام ایران ستایش کرده است. این در حالی است که کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه از آنچه نقص حقوق بشر در ایران خوانده شده به شدت ابراز نگرانی کرده است. تلاش برای دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی و نقض گسترده حقوق بشر از اتهام‌هایی است که همواره علیه ایران مطرح شده است. ایران پیوسته در برابر این گونه اتهام‌ها مقاومت کرده و آن را به اساس خوانده است. در تازه‌ترین مورد این کشور از گزارشگران کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دعوت کرده تا در سال آینده میلادی از ایران دیدار کنند. ایران می‌گوید این اقدام در شرایط طبیعی جنبه عملی خواهد داشت.